رضا اکبرانیان فعال حقوق بشر از بروکسل همراه ما هستند. از شرایط جسمی آقای خواستار چه جزئیات بیشتری میدونیم و این اعلام نگرانی به چه دلیل هست؟ بله جناب هاشم خواستار، خب اول من بگم که ایشون بیش از 70 سال سن دارن، از بیماری های فشار خون و گوارشی رنج میبرن. وضعیت جسمانیشون از اوایل دیما به دلیل ابتلاشون به یک بیماری که نشونه های مثل تب و لرز و سردرد و بدندرد و تهوع داشتش نامناسب بوده، تا حدی که قدرت جسمانیشون کم شده بود، با کاهش وزن شدید مواجه شده بودند. از طرف دیگه همسرشون هم از بیماری قلبی رنج میبرن و به دلیل کهولت سن فقط یک بار در ماهشون میتونن برن به ملاقاتشون و همین مسئله هم باعث استرس و نگرانی های بیشتری درباره آقای خواستار به وجود آورده که درباره همسرشون بوده. و مسئله دیگه که لازم بگم اینه که به دلیل شور بودن غذای زندان توی زندان وکیل آباد مشهد، جناب خواستار توان خوردن اونو به دلیل وضعیت جسمیشون ندارن و گاهی مجبورن حتی برخی غذا رو قبل از اینکه بخوان بخورن زیر آب ببرن و بشورن و بعد بخورن. الان هم با توجه به وضعیت جسمی و بیماری و سنشون و حبسایی که تا به امروز کشیدن، نگرانی های زیادی درباره وضعیتشون وجود داره. به همین خاطر هستش که شورای هماهنگی تشکلات صنفی فرهنگان هم خوب بر آزادی و حقشون برای مرخصی تاکید کردن و خواستار اون شدن که آقای خواستار فوراً شرایطی براشون فراهم بشه بیرون از زندان مداواشون پیگیری کنن و گفتن پیامدهای این بی‌توجهی هم متوجه مسئولان هستش. خب با توجه به توصیفی که شما از شرایط جسمی آقای خواستار داشتین، تا الان چه رسیدگی های پزشکی احتمالی در زندان از سوی مسئولان صورت گرفته؟ خبری داریم؟ ببینید تو سالهای قبل یکی دو بار ایشون رو برده بودن ولی بدون رسیدگی خاصی خوب برگردونده بودن و باید بگیم که متاسفانه نه تنها رسیدگی نشده به خواستش و وضعیت درمانیشون، بلکه کارشکنی هم کردن تو ایام حبسشون و به دلیل بیتوجهی که توی زندان و اینکه از دریافت خدمات درمانی مناسب و اعزام به مراکز درمانی محروم بودن وضعیتشون بدتر از قبل شده. ایشون حتی میام بگم که قبلا توی دادگاه انقلاب 16 سال حبس گرفته بودن ولی همین تیر ماه امسال بابت یک پرونده دیگه که تو دوران حبسشون علیهشون باز کردن از طرف دادگاه انقلاب مشهد، 2 سال و 6 ماه حبس دیگه یعنی بهشون دادن، یعنی الان 18 سال و 6 ماه حبس دارن. الان مدت 5 سال هستش که توی زندانن و این مدت خانوادش با کارشکنی های مقامات قضایی توی مشهد فقط 2 بار موفق به ملاقات حضوری باشون شدن. همینطور دوران محکومیتشون بدون اصل تفکیک جرایم توی زندان وکیل آباد مشهد دارن میگذرونن، یعنی نه تنها رسیدگی بهشون نشد بلکه حبس جدید و محرومیت از درمان و محرومیت از دیدار با خانواده هم نصیبشون کردن و وضعیتشون با همین اوضاعی که شاهدش هستیم بدتر از قبل شده. متشکرم. رضا اکبرانیان فعال حقوق بشر بروکسل.